سلام میکنم به همه شنونده هامون، بیننده هامون. به قسمت دوم چای با نیکا خیلی خیلی خوش اومدین. بحث امروزمون بحث اعتماد به نفسه، چیزی که شماها خیلی از من در مورد سوال میپرسین. پس برای اینکه شروع کنیم، به این چاییاتون رو بیارین و واسه خودتون یه لیوان چای بریزین که دیگه بحث رو کم کم با هم دیگه شروع کنیم. چایی ها داره میریزه روی پام. اعتماد به نفس به نظر من یکی از اون چیزاییه که خیلی خیلی توی زندگی شما میتونه تأثیر بذاره. یعنی هم نبودش باعث میشه که تأثیرات منفی بذاره، هم بودنش باعث میشه که تأثیرات مثبت بذاره، هم خیلی بودنش باعث میشه که تأثیرات منفی بذاره. فهمیدین چی گفتم؟ حالا من امروز یه لیستی تهیه کردم از چیزایی که بتونه به ما کمک کنه که اعتماد به نفسمون رو بالاتر ببریم. اول باید بگم که همونجور که میدونیم، خب من روانشناس نیستم، روانشناسی نخوندم، اما این چیزایی که به من کمک کرد یا چیزایی که روانشناسم به من گفته، حالا امیدوارم که به شما هم کمک کنه. اولین چیز اینه که اعتماد به نفس اصلا این نیست که شما فکر کنین شما خیلی خوبین، هیچ مشکلی ندارین، همه بدن شما خوبین فلان. اصلا اینجوری نیست. اینا رو همه رو بریز دور. اعتماد به نفس از چی میاد؟ از این که شما خوبی ها و بدیاتون رو بدونین و روی اون بدیا کار کنین و اونا رو بپذیرید. اعتماد به نفس از این میاد که نقاط ضعف و قوت خودتون رو بدونین. پس اولین کاری که باید برای بالا بردن اعتماد به نفستون بکنین اینه که یه دونه برگه میذارین جلوتون، بدیا و خوبیاتون رو می نویسیم. مثل دبستان بود یه دونه چیز می نوشتن، مثلا مبصرای کلاس می نوشن بد و خوب. بد و خوب بنویسین، چیزایی که دوست دارین از خودتون رو بنویسین و چیزایی که بدتون میاد رو بنویسین. وقتی که شما این خوبیا رو بدیا رو هر دوتا رو نوشتین، اون چیزایی که توی بدیا دلتون میخواد تغییر بدین و میتونین تغییر بدین تا جای ممکن و میشینین براش برنامه ریزی میکنین. آقا من هیکلم بده، چه میدونم چاقم، لاغرم، فلان، حالا باید چی کار بکنم که به اون هیکل دلخواهم برسم. وقتی شما این کار رو میکنین، ناخودآگاه اعتماد به نفستون میره بالاتر کم کم، چون شما دارین در اون هدفی که دارین قدم برمیدارین. چیز دیگه که من حس میکنم توی اعتماد به نفس خیلی تأثیر داره، آدمای دورتونن. حالا بعضی ها میگن مثلا اعتماد به نفس درونیه، نباید کاری به بقیه داشته باشین فلان، ولی ببخشید من هنوز به اون درجه از اعتماد به نفس نرسیدم که کاری به حرف دور و اطرافیانم نداشته باشم. اگه مامانم بیاد بگه وای چاق شدی، دوستم بیاد بگه وای چاق شدی، 600 هزار تا فالوورم بیان بگن وای چاق شدی، اینجوریام که نکنه جدی چاق شدم. خب اعتماد به نفسم همینجوره. آدمای دور و اطرافت میتونن اعتماد به نفس تو رو بیارن پایین، حالا نه اینکه خوردت کنن، ولی بالاخره یه شکی میندازن توی ذهنت و تو اینجوری باعث میشن که تو به خودت شک کنی و اعتماد به نفست کم بیاد پایین و خودخوری رو شروع کنی. پس بعد چی کار کنی؟ آفرین، چی کار میکنی؟ آدم های دور و اطرافت که اعتماد به نفس تو میارن پایین رو حذف میکنی تا جای ممکن. مثلا چی؟ دوست پسرت اعتماد به نفس تو میاره پایین، تو رو همجور میکوبه، حذفش میکنی. دوست صمیمیت اعتماد به نفس تو رو میاره پایین، پس حذفش میکنی. اما بعضی ها هستن ما نمیتونیم حذفشون کنیم. مثل کی؟ مثلا مامانمون. راه حلی که دارم بهتون میگم شاید یه ذره تاکسیک باشه، ولی جواب میده. اینجوریه که ما اول میریم صحبت میکنیم باهاشون. مثلا اگه گفتن نیکا تو چقدر چاق شدی، میریم میگیم که آقا مثلا به من نگو که من چاق شدم، من خوشم نمیاد که یکی به هم بگه چاق شدم، حس بدی میگیرم، لطفا اینو به من نگو. اگه دفعه اول گوش دادن که گوش دادن، دوباره مثلا بهت گفتن، دوباره صحبت میکنی، میگی که مگه من نگفتم مثلا آقا از من ایراد نگیر، من خودم میدونم چه ایراداتی دارم، نیازی ندارم تو به من مثلا گوش زد کنی. اگر دیگه برای بار دوم انجام ندادن و به حرفت گوش ندادن، این کار من رو انجام میدی.
این کار اصلا روانشناسی نیست، این کار ابداعی خودم و شاید کار بدی باشه، ولی خب بالاخره کسی که به حرفت گوش نمیده لیاقتش همینه. چیکار میکنی؟ تو هم شروع میکنی به تخریب کردن اون. من چه خودش خواست اگه اون در اومد به تو گفت تو چاقی، تو هم در میای میگه خب تو هم چاقی، خودتو برو تو آینه ببین. چهار بار که گفت تو برگشتی بهش، دیگه دفعه پنجم نمیگه. بله. یه چیزی که باعث میشه اعتماد به نفستون بره بالا اینه که کار مفید انجام بدین. مثلا چی؟ مثلا کتاب بخونین، ورزش کنین، درس بخونین، نمراتتون خوب بشه. اینجوری باعث میشه که اعتماد به نفستون کم کم بره بالا، چون یه حس خوبی بهتون درس میده که وای من دارم یه کار مفید انجام میدم. مغزتون گول میخوره، میگه وای من آدم مفیدی هستم. یه ذره چای بخوریم. راه حل بعدی اینه که هدفهای قابل دسترس برای خودمون بذاریم. مثل چی؟ مثلا من 5 روز صبح که پا میشم رو تختم رو میدازم، یا مثلا من امروز 8 لیوان آب میخورم، یه چیزای کوچیک کوچیک، یا امشب مثلا من 5 صفحه کتاب میخونم فلان. نه اینکه من میرم حالا قله اورست رو فتح میکنم و اینجوری نذارین، اینجوری منم انجام نمیدم، شما هم انجام نمیدین، دوتامون هم میدونیم. پس هدفهای قابل دسترس واسه خودتون بذارین. اینم مثل قبلیه، مغزتون اینجوریه که وای من چقدر توانایی دارم، پس چقدر من میتونم مثلا روی اصول باشم، هر چیزی که برای خودم تعیین میکنم و انجام میدم. پس یه ذره اعتماد به نفستون میره بالا. بعدیو روانشناس هم بهم گفته، آیدا چیکار گفت بهم بکن؟ این کار که هر 2-3 ماه یک بار یه لیست دستاورد برای خودم بنویسم که آقا من توی این 2-3 ماه چه پیشرفتایی کردم. چون چرا اینو بهم گفت؟ چون من این احساسو داشتم که وای انگار من توی این چند ماه اخیر هیچ کار مفیدی نکردم، و اونم به من گفت که بعد لیست دستاورد بنویسی. و وقتی نوشتم یه اینجوری شدم که خیلی کار کردم، ولی تا وقتی که روی کاغذ نیورده بودمشون به نظر خودم انگار هیچ کاری نکرده بودم، و وقتی دیدمشون روی کاغذ به هم گفت که تو اگه یه دختر مثلا بیرون میدیدی میگفت من توی 3 ماه گذشته این و این و این و این کارا رو کردم، مثلا ریاکشنت چی بود؟ من جو بودم که گفتم فوق‌العاده‌ای، یعنی دیگه چی کار اصلا میخواستی بکنی؟ خب و این باعث شد که من اینجوری باشم که او پس منم یه جا نشستم، منم خیلی کار کردم، و باعث شد که اعتماد به نفسم بالاتر بره. و به نظرم شما هم حتما شروع کن این کار رو انجام بده هر 2-3 ماه یه بار. چرا اینجوری گفتم یه بارو؟ یه چیز دیگه ای که هست اینستاگرامه. اینستاگرام و کلن شبکه های اجتماعی باعث میشن که ما اعتماد به نفسمون بیاد پایین تر. من خب به واسطه اینکه توی اینستاگرام خیلی فالوور دارم، اینفلوئنسرای زیادی رو دیدم، هم ایرانی هم خارجی. توی اینا همه که دیدم شاید بگم 1 یا 2 نفرشون خیلی خیلی نزدیک به عکس اینستاگرامشون بوده. 99% اصلا شبیه نیستن، خیلی با عکسای اینستاگرامشون فرق دارن. چیزی که توی اینستاگرام میبینین و باور نکنین اصلا، چون خیلی عادیه، آدما میخوان بهترین ورژن خودشون رو توی سوشال میدیا نشون بدن. خیلی نمیتونن با بدون فیلتر بیان، چه میدونم عکسای عالی میذارن، فلان لباسای فوق العاده، ولی در واقعیت اینجوری نیستن. پس خودتون رو با بهترین کسی مقایسه نکنین. چیز بعدی که هست فیلترهای اسنپ چت و اینستاگرام که میذارین روی قیافتون رو تغییر میده، و شما بعد از یه مدت اینجورین که دیگه اصلا نمیتونین بدون این فیلتر فیلم و عکس بگیرین، و اینجوری میشین که نکنه من خود واقعیم زشتم، و کاش من شکل این فیلتره بودم، کاش قیافم اینجوری بود، کاش دماغم این شکلی بود، مثل فیلتره بود. این فیلترها باعث میشه که شما تصورتون از خود واقعیتون دور بشه. برای همین اگر میتونین از همین امروز
اسنپچتتون رو پاک کنین، از فیلترهای اینستا استفاده نکنین، از برنامه های ادیت استفاده نکنین. این چیزا اعتماد به نفس شما رو میاره پایین تا اعتماد به نفس شما دوباره برگرده به جای خوبش. من به شخص خودم قبلا این داستان رو براتون تعریف کرده بودم که یه مدت همش با فیلترهای اسنپچت عکس و ویدیو و این چیزا میگرفتم، مثلا یه 2 سال پیش، و بعد از یه مدت که شده بود اینجوری بودم که من اصلا نمیخوام دیگه با دوربین معمولی فیلم بگیرم. من اولین فیلمی که گرفتم گذاشتم توی اینستا، برام خیلی سخت بود چون هیچ فیلتر و ادیت و هیچ چیزی نداشت و اون موقع هم که گذاشتم زیاد کسی نبود که بدون فیلتر و ادیت و هیچی بذاره و اینجوری بودم که همه الان منو مسخره میکنن و مسخره کردم. و چی شد؟ هیچی. هیچی نشد. مسخرتون کنن هیچی نمیشه. بچه ها راستی وسط پادکست کسایی که تو یوتیوب میبینیم، من امروز چیز زدم، ریمل آبی زدم، بامزه شده. خب بعدی چیه؟ بعدی و آخرین چیزی که من میگم اینه که fake it till you make it. اینو قبلنم گفتم، توی قسمت اولم گفتم fake it till you make it. یعنی که چی؟ یعنی که شما آقا اصلا نیازی نیست واقعا الان اون اعتماد به نفس رو داشته باشین. شروع کن مثل اون رفتار کردن که آقا اون اعتماد به نفس رو داری، الکی فکر کن داریش و مثل اون رفتار کن. فکر کن نیکایی که اعتماد به نفس داره چجوری رفتار میکنه، تو هم شروع کن مثل اون رفتار کردن، الکی، مهم نیست الان داشته باشیش، ولی 2 ماه دیگه به خودت میای و میبینی که دیگه نقش بازی نمیکنی و واقعا اون اعتماد به نفس اومده. اما اگر من همه اینایی که گفتم و شما انجام ندین و این نقش بازی کردنه رو فقط انجام بدین، در آخر چی میشه؟ در آخر روز احساس پوچی میکنین و میگین که مثلا بعد 1 ماه 2 ماه میگین که من واقعا هیچی ندارم، مثلا دارم نقش بازی میکنم فلان. اما اگه نقش بازی کردم شروع کنین، در کنار بقیه این آیتم هایی که بهتون گفتم، واقعا مثلا بعد 2-3 ماه میبینیم که متحول میشیم. زبونم گرفت. آها، یه چیز دیگه که میخواستم بگم و داشت یادم میرم، جراحی های زیبایی. چه چیزایی؟ مثلا لباتو برو ژل بزن، دماغتو عمل کن، زیر چشاتو فیلر بزن. کسایی که نمیدونن، چشای من زیرش الان یه ذره کبوده، حالا پوشوندمش ولی کبوده، چون که من دیروز رفتم اگزوزوم کردم و از دیروز که رفتم اولا که به این نتیجه رسیدم که زیر چشمای خودم رو خیلی بیشتر دوست داشتم. حالا البته میره اینا، نگران نباشین، میدونم که نیستین، ولی حالا مثلا نگرانین خیلی. اول این که میره، بعد اینکه از دیروز فهمیدم کسایی که مثلا میرن یه جاشون رو عمل میکنن بعد هی اعتماد به نفسشون بازم پایینه چجوریه. وقتی میرین یه جاتون رو عمل میکنین یا مثلا ژل میزنین، فیلر میزنین، اینجوری نیست که اعتماد به نفستون خود به خود بره بالا. چرا؟ چون که شما هنوز روحیتون، اخلاقتون همون بوده که بوده، شما فقط قیافتون تغییر کرده، چیز درونی توی شما تغییر نکرده. برای همین باز اینجوری این که نکنه احتیاج دارم بیشتر بکنم، نکنه حالا دماغم رو عمل کردم لبام زشته. خب شما تا اون اعتماد به نفس اصلی رو پیدا نکنین، کل قیافتونم بکوبین بسازین، باز هم در عمق وجودتون اون اعتماد به نفس رو حس نمی کنین و همیشه حس می کنین یه چیزی کم دارین. وای بچه، من نمیدونم چه نفسم می گیره امروز. خب اینا چیزایی بود که من میخواستم بهتون بگم. حالا طبق معمول هر پادکست میریم سراغ سوالای شما. اولین سوال اینه که به نظرت استایل چقدر توی اعتماد به نفس تأثیر داره؟ ببین، به نظرم استایل واقعا توی اعتماد به نفس تأثیر داره، چون که وقتی مثلا من یه لباس خوبی میپوشم که دوستش دارم، رنگی که دوستش دارم، آرایشی که دوستش دارم، تیک پی که دوستش دارم و میزنم و توش راحتم، وقتی میرم یه جا خیلی احساس بهتر و اعتماد به نفس بیشتری دارم تا اینکه مثلا همینجور الکی با لباس خواب پاشم برم یه جا. خب در آخر اون حس درونی توه که اعتماد به نفس اصلی رو میده. اما به نظر من لباس پوشیدن هم
درمون دخیله، یعنی لباس پوشیدن میتونیم بگیم که اعتماد به نفس بلند مدت به تو نمیده، ولی اون کوتاه مدتی که اون لباس رو پوشیدی یه اعتماد به نفسی بهت میده. نوشته که من اصلا اعتماد به نفس جلوی دوربین حرف زدن رو ندارم، چی کار باید بکنم؟ اعتماد به نفس جلوی دوربین حرف زدن راستش یکم با اعتماد به نفس کاملی که مثلا توی دنیای واقعی داری فرق داره. دوربین حرف زدن به نظرم یه ذره تمرین میخواد. من خودم هم اولین ویدیویی که گرفتم اینجوری بودم که وای نمیدونم چی بگم، استرس دارم فلان. حتی الان اگه نگاه کنی قسمت اول پادکست، چون یه چیز جدیده، من یه ذره مثلا اینجوری هم که استرس تور دارم. خب اما این تنها چیزیه که با تمرین به دست میاد. مثلا شما بازیگرارم که نگاه کنی کلی باید جلوی دوربین بازی کنن تا بالاخره به اون چیزی که میخوان برسن. پس اگه اعتماد به نفس جلوی دوربین حرف زدن نداری، باید شروع کنی به حرف زدن، اشتباه کنی، پستش کنی و بعد یه مدت را میفتی و میبینی که چقدر راحت اعتماد به نفسش هم پیدا کردی. همون fake it till you make it. خب سوال بعدی اینه که من یکم عجیبم، اندام من لاغره ولی نه زیاد ورزش میکنم نه هیچ. بعد عاشق لباسه کوتاه هم ولی فکر میکنم همه دارن نگاه میکنن. آیا اسکلم؟ نه اسکل نیستی. الان یه راه حل خیلی خوب بهت میدم، اصلا روانشناسی و هیچی نیست و راه حل من درآوردی منه. من وقتی میرم یه جا و میبینم وای مثلا یه عده زیادی دارن منو نگاه میکنن فلان، توی مغزم به خودم میگم اینا عاشقم هن که دارن من نگاه میکنن و اعتماد به نفسم میره بالا. شاید الان مسخرم کنین ولی این کار میکنه. البته بعدش دیگه واقعا باورتون نشه که یارو عاشقتون بوده و فلان و این چیزا. مثلا همون موقع بگین اینا از من خوششون اومده که دارن من نگاه میکنن، به صورت منفی نگاش نکنی. با آدمی که از عمد با تو صحبت نمیکنه باید چی کار کرد که اعتماد به نفسمو نگیره؟ چرا آدمی که اصلا دلش نمیخواد با تو صحبت کنه باید اعتماد به نفس تو رو بگیره؟ این آدم اصلا انقدر ارزش نداره که بتونه اعتماد به نفس تو رو بگیره. این آدم اگه آدم مهمی توی زندگی تو بود، اولا به تو ارزش میداد، دوما اینکه اعتماد به نفس تو رو نمی آورد پایین. پس به نظرم اصلا بهتره که این آدم رو از توی زندگیت حذفش کنی. همونجور که گفتم آدمایی که اعتماد به نفس شما رو به هر نحوی میارن پایین حذف کنی. چجوری بدون استرس کنفرانس بدیم تو دانشگاه و اینا؟ ببین یه چیزی که هست اینه که استرس اصلا یه چیز عادیه، یعنی خب منم وقتی میخوام برم کنفرانس بدم استرس دارم. اما چیزی که میتونه استرس شما رو کم کنه و اعتماد به نفستون رو ببره بالا اینه که شما حس کنین که به یه چیزی مسلطین. و این تسلط چجوری پیدا میشه؟ اینه که تمرین کنین. همین جور بعد ارائه خودتون پشت سر هم، واسه اول اینکه توی اتاق بگین، جلوی آینه بگین، صداتون رو ضبط کنیم بگین، ویدیو بگیریم بگین، بعدم برین واسه مثلا مامان باباتون بگین، بعد برین واسه دوستاتون بگین. اینجوری باعث میشه که چی؟ شما تمرین کرده باشین قشنگ و تسلط پیدا کنین. تسلط باعث میشه که اعتماد به نفستون بره بالاتر و استرستون بیاد پایین‌تر. نوشته که چجوری رفتار کنیم تا اعتماد به نفس رو با غرور اشتباه نگیرن. اول اینکه شما مسئول این نیستین که بقیه یه چیزی رو اشتباه فکر میکنن یا اشتباه نمیکنن. خب اما حالا اگر واسهتون مهمه و نمیخواین اینجوری بشه، اشتباه و غرور یه چیزای مثلا کوچیکی با هم دیگه فرق دارن. خب اشتباه چیه؟ اعتماد به نفس و غرور یه چیزای کوچیکی با هم دیگه متفاوتن. اعتماد به نفس اینجوریه که شما همونجوری که گفتم خوبی‌ها و بدی‌های خودتون رو میدونین و اینجوری نیستین که وای ما بهترینیم. میدونین که یه سری نقاط ضعف داریم. غرور چیه؟ غرور اینجوریه که مثلا فکر میکنی تو بهترینی. نه من هیچ عیبی ندارم. هی از خودت میشینی تعریف میکنی. آدمی که اعتماد به نفس داره هی نمیشینه از خودش تعریف کنه. این یه واقعیته. آدمی که اعتماد به نفس داره تو میتونی بفهمی که اعتماد به نفس داره. ولی آدمی که مغرور خودشیفته است اینجوریه که هی بشینه بگه وای من مثلا خوشگلم. آدمی که خوشگله اعتماد به نفس داره نیاز نداره بگه وای من خوشگله. خب بقیه سوالا اصولا چیزایی بود که گفتم.
فقط آخرین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که حتما اعتماد به نفس داشته باشین، کار کنین. اگه ندارین روی خودتون کار کنین، خودتون رو دوست داشته باشین. اولین نفری که باید توی این دنیا دوست داشته باشین خودتونه. دیدی مثلا بعضی موقع میگی وای فلانی منو دوست نداره فلان، چرا؟ چون خودت خودتو دوست نداری. چرا من باید یکی رو دوست داشته باشم که حتی خودش حاضر نیست خودش رو دوست داشته باشه؟ همیشه به این فکر کنین، بقیه شما رو دوست نخواهند داشت مگر اینکه شما خودتون رو دوست داشته باشین. پس حتما روی خودتون کار کنین. در آخر اگر دیدین همه این کارا رو کردین و باز هم نشد، حتما برین پیش یه مشاور، کمکتون میکنه، واقعا کمک میکنه. بعضی موقع مثلا کات میکنی یا یه شکستای خیلی بزرگ میخوری، چیزای اینجوری، شاید با این چیزا درست نشه، با این چیزایی که من گفتم. نیاز به کمک داشته باشین. اصلا از اینکه از مشاور کمک بگیرین نترسین. فکر نکنین وای زشته، وای من روانیم فلانی چیزا. اصلا حتما کمک بگیرین، چون نداشتن اعتماد به نفس میتونه شما رو عقب بندازه. حتی اگه بهترین باهوشترین آدم زمین باشین، اگه اعتماد به نفس نداشته باشین، یه آدمی که اعتماد به نفس داره و پررو‌تر از شماست میاد جای شما رو میگیره و این یه واقعیته. نظراتتون رو مثل همیشه برام کامنت کنین، اگر سوال چیزی داشتین بپرسین ازم و به هم پیشنهاد بدین که قسمت بعدی پادکست در مورد چی باشه. کلی دوستتون دارم. خدافظ.